مخاطبین عزیز و شنونده های گرامی سلام، به خبر جدید و یک متنی از یک از به نمایندگی از بانوان افغانستان که به نشر سپرده شده است از شخصی به نام نیلوفر ایوبی، به خانش این متن میپردازیم و در حقیقت بعضی موضوعاتی است که ارتباط میگیره به برنامه های مبارزات عدالت طلبانه و حق طلبانه بخش کلان مردم افغانستان و بانوان افغانستان. خانم و آقایان، بر شما که پرچمدار دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اندیشه هستین سلام. همانطوری که اطلاع دارید در پی معاملات و تفاهم سیاسی قدرت های بزرگ و بر حسب منافع ایشان، کشور افغانستان توسط گروه تروریستی طالب در 15 آگوست سال 2021 اشغال شد و نظام جمهوری اسلامی افغانستان از هم فرو پاشید و در پی این فرو پاشی مردم افغانستان در یک بحران بزرگتر و شدیدتر از قبل وارد شدند. بیش از 14 جنگ در افغانستان و عدم شکلگیری یک دولت مستقل و خودکفا و نبود امنیت جانی و امنیت مالی مانع سرمایه گذاری های بلند مدت برای آبادی کشور شده است و افغانستان را تبدیل به یک کشور وابسته و مصرف کننده تبدیل کرده است. لذا تمام این موارد باعث شده است که مردم افغانستان بسیار آسیب پذیر شوند. در 15 آگوست 2021 طالبان شهر کابل را اشغال کرده و بر تمام نقاط کشور مسلط گردیدند و در پی این تسلط یک بار چنان وحشت و رعب و دهشتی را با خود آوردن که نظیرش را نمیتوان نام گرفت. از آغاز ورودشان به ادارات و اراکین و دفاتر به شور و چپاول اموال بیت المال دست دادن و تا اونجایی که توان داشتن اسناد ملی را از بین برده و ماشین ها و مواد کارایی ادارات را تخریب نمودن و هر اون چرا که قابل استفاده ایشان بود شور و چپاول کردن و به غارت بردن. مردم را به زور تفنگ و شلاق به سکوت واداشتن و زنان را در پستوی خانه ها کشاندن و هر روز قوانین ضد زن بیشتری را وضع کرده و به نام شریعت و قانون اسلام بر سر مردم کوبیدن. اکثر مردم به دلیل خستگی از جنگ و حفظ جان و سرمایه اندکشان که رای اعاشه فامیلشان از سکوت اختیار کرده و با ترس در سایه شوم این گروه متجر وحشی خاموشانه به زندگیشان ادامه میدهند و چاره جز این راه را ندارند. اما در این بین پروانه های آهنین بانوان شجاعی افغانستان که سالها درس آزادی و آزادگی را خواندن و یاد گرفتن، یک روز آزادی هزار بار برتر است از 100 سال بردگی. شعارشان مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت بود. به خیابان ها ریختن و شعار برابری و آزادی را سر دادن و خواستار مشارکت سیاسی زنان در بدنه حکومت افغانستان شدن و صدایشان را به گوش طالبان و به گوش جهانیان رسانیدن که زنان افغانستان به عقب بر نمی گردن و هیچ حکومتی نمی تواند تأثیر مثبت در حضور گسترده و پررنگ زنان را نادیده بگیرد و زنان افغانستان را گوشه‌گیر و منزوی بسازد. بدیهی است که طالب با حضور زنان چی در ادارات و چی در جامعه و چی در سیاست مخالف است و این مخالفت را همواره در اشکال مختلف نشان داده اند. ایدئولوژی طالب وحشت و انفجار و انتحار و جنگ است و هدفش نابودی و بربادی افغانستان و عقب ماندگی ملت افغانستان تا بتواند با توسل به زور و تکیه بر کشورهای حامیشان بر مردم افغانستان حکومت کند. بر اساس این قواعد و قانون با مظاهرات و اعتراضات بانوان مخالفت کرده و با اعمال خشونت مانع برگزاری برنامه های اعتراضی شدند و حتی با شلاق و میله های آهنین و قنداق های کلاشنکوف هایشان بر بانوان معترض حمله می کردند و آنها را مصدوم می نمودند. اما پروانه های آهنین با این حال باز هم به اعتراضاتشان از طریق شبکه های مجازی و دایر نمودن کنفرانس های مطبوعاتی و برگزاری کمپین های اعتراضی به شکل هشتگ ها و برگزاری اسپیس ها و جلسات آنلاین و کماکان نیز به اعتراضات خیابانی ادامه داده و می دهند. و طالبان این داعیه‌داران ظلمت و دهشت در این حین وقتی نتوانستن مانع حضور زنان شوند، دستور دادن تا زنان را از وظیفه‌شان منفک کنند و اجازه ندهند بدون محرم در شهر گشت و گذار کنند و حتی مانع سوار شدن زنان در تاکسی ها شدند و همچنین دستور بازداشت و دستگیری و شکنجه معترضین را صادر کرده و تلاشی خانه به خانه را آغاز نمودند. بسیار از بانوان معترض مجبور شدند که ترک وطن کنند به خاطر نجات جان خود و خانواده هایشان. به اجبار و با دل پر از درد و با چشمان پر از اشک هر آنچه را که داشتند بر جای خود ماندن و با دستان خالی و قلب آکنده از اندوه راهی کشورهای همسایه شدند به امید رسیدن به امنیت و زنده ماندن خود و خانواده ایشان. اما مهاجرت درد بی درمان دیگر است که با هیچ ساز و سرود قشنگ درمان نمی شود. اکثریت این بانوان در بی سرنوشتی محض بسر می برند و تکلیفشان مشخص نیست.
از لحاظ اقتصادی با مشکلات بسیار روبرو هستند و از لحاظ امنیتی نیز با چالش‌های جدی مواجهند که اگر سازمان ملل و ارگان‌های بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری به مشکلات ایشان رسیدگی نکنند، این بانوان در وضعیت بسیار بدی قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر شروع جنگ در اوکراین باعث کن شدن روند رسیدگی به پرونده‌های درخواست پناهندگی مهاجرین افغانستان شده است و دولت‌های غربی به تدریج زنان افغانستان را به فراموشی می‌سپارند. با توجه به نزدیک شدن 8 مارچ که روز همبستگی زنان جهان است، ما از تمام زنان آزاده جهان خواهش مندیم که 8 مارچ 2022 را به زنان افغانستان اختصاص بدهند، در رابطه با مشکلات زنان افغانستان بحث و گفتگو کنند و در نهایت راهکار ارائه بدن و به کمک زنان افغانستان بیشتابند و آنها را تنها نگذارند. زنان افغانستان را فراموش نکنین. Stand with women in Afghanistan. با احترام نماینده زنان مبارز افغانستان، نیلوفر ایوبی. با تشکر شما تا آخر این ویدیو و این خبر با ما همراه